خطهای استراتژیک واشنگتن در عراق، رها کردن اپوزیسیون در تبعید ایران. هیستوری نیوز 6 می 2014، فشرده ای از مقاله دکتر ولید فارس. آمریکا دو خطای جهانی در سیاست‌های منطقه‌ای خود مرتکب شده. یکی مشارکت با اخوان المسلمین و پشتیبانانش در دنیای عرب که باعث یک قیام مردمی در مصر علیه رژیم اخوان المسلمین شد. خطای جهانی دیگر آمریکا معامله دولت اوباما و رژیم ایران بر اساس این ایده بود که بزرگ آخوندها را مدره خواهد کرد، ولی همانطور که هر کس میتواند به روشنی ببیند، دستگاه نظامی و شبه نظامی آخوندها هر روز رشد میکند و رژیم ایران این فریب دقیق را برای سالیان اجرا کرده است، مشخصا از زمان حمله 11 سپتامبر و سپس اشغال عراق. وقتی که به عقب نگاه می‌کنیم، به طور دردناکی روشن است که خطرناکترین حرکت توسط سرویس‌های رژیم ایران و حامیانش در داخل عراق انجام شده و متأسفانه درست جلوی چشمان آمریکایی‌ها. همانطور که برای همه تمامیت خواهان در تاریخ صدق می کند، بزرگترین ترس رژیم ایران از ناحیه اپوزیسیونی است که بتواند توده ها را بسیج و سازماندهی کند و بنیاد اصلی رژیم را تکان بدهد. برای دهه ها آخوندها به روشنی نشان دادند که هیچ گونه تحملی برای هر نوع اپوزیسیون معنیدار ندارند. از زمان برقراری جمهوری اسلامی هزاران شهروند اعدام و شکنجه شده اند. سلاح رژیم آنقدر جلو رفت که مخالفین سیاسی را در کشورهای خارجی بدون توجه به قانون بین المللی به قتل رساند. در سال 1999 رژیم یک قیام گسترده دانشجویی را در محیط دانشگاه سرکوب کرد و این سیاست سرکوب ادامه داشت و در قیام مردمی ژوئن 2009 به اوج خود رسید. خطرناکترین اپوزیسیون شناخته شده در برابر این رژیم و نیروی سازمان یافته اش که در عراق مستقر است، شامل هزاران تن از اعضای گروه انقلابی مجاهدین خلق هستند که از سالها پیش در کشور همسایه عراق جمع شدند و قرارگاهی به نام اشرف ساختند تا از آنجا برگشتشان به ایران را شروع کنند. رژیم ایران از همه تاکتیک های ممکن برای آسیب زدن به تبعیدیان استفاده کرد، اما سرنگونی صدام نهایتاً یک فرصت به آنها داد که مستقیماً به طرف عراق حرکت کنند. در دولت بوش حفاظت آمریکاییان از تبعیدیان ایرانی وجود داشت، اما واشنگتن در ارتباط با جامعه اشرف در فاصله بین سالهای 2003 تا 2009 یک اشتباه داشت. آن هم عدم ایجاد یک اتحاد استراتژیک جدی بود که اپوزیسیون ایران مستقر در عراق را قادر سازد به نقطه ای رشد کند که بتواند توده ها را در داخل ایران بسیج کند. 7 سال حمایت به خوبی مهندسی شده غرب از تبعیدیان می توانست یک چالش بزرگ ژئوپلیتیک برای رژیم ایران بسازد. در سال 2009 دولت اوباما مسیر را با ایران عوض کرد. در ژوئن همان سال اوباما یک نامه کاری به خامنه ای فرستاد. همان ماه رئیس جمهور آمریکا علامت داد که دولتش در طرف تظاهر کنندگان در تهران و بقیه شهرهای ایران نخواهد بود. سیاست آمریکا در رابطه با اپوزیسیون ایران نیز از آن موقع تغییر کرد. اشرف رها شد و این امر مجاهدین را در برابر حملات عناصر امنیتی طرفدار رژیم ایران آسیب پذیر نمود. همه ی علائم حاکی از این بود که دولت اوباما توافق کرده تبعیدیان را ما به ازای مراودات سیاسی با رژیم ایران رها کند. گروه اپوزیسیون که در سال 2011 مجدداً به آن حمله شد، در سال 2012 از اشرف به محل دیگری دورتر از مرز شناخته شده به عنوان کمپ لیبرتی جابجا شد. ولی اذیت و آزار توسط مقامات بغداد که طرفدار رژیم ایران بودند افزایش یافت، به این دلیل که رژیم ایران تحمل هر گونه حضور فعالین سیاسی در کشوری آن طرف مرزش را نداشت. با اینکه مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شدند، هجوم رژیم ایران به آنها اثبات کرد که رها کردن این نیروی سازماندهی شده در عراق توسط واشنگتن به یک پیروزی برای رژیم آخوندها تبدیل می شود. رژیم ایران در حال حاضر بر روی تحکیم سلطه خود در عراق و گسترش این نفوذ در سوریه و لبنان متمرکز است.
اشتباه استراتژیک واشنگتن خیلی بزرگ است. این اشتباه معادل این است که انگلیسی ها جنرال دوگل و نیروی آزاد فرانسوی وی را از انگلیس خارج می کردند. آن هم در حالی که هیتلر داشت برای حمله آماده می شد.